همراه شما هستیم در توییتر. دوست هم هستیم در فیسبوک. برنامه های ما را در یوتیوب دنبال کنید. صدای ما را در ساوند کلاود بشنوید. آدرس تلگرام ما میهن تیوی وان، رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east، ترانسپاندر A1، فریکونسی 10721 مگاهرتز، پولاریتی هوریزنتال، سیمبل ریت 22000، FEC 34. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه، جمعه خوب و جمعه متفاوت. جمعه ششم تیر ماه هست و در حقیقت 26 ماه جون است. ساعت هم 9:45 به وقت ایران عزیز ما. خب میدونید که ما این فرجه رو داریم که ماهی یک بار، بیشتر هم نه، بریم پیش آقای اصلانی نازنی. این آقای اصلانی گاهی کم میفروشه به ما و جز کم فروش هاست. هرچی بهش میگیم آقا مردم دوست دارن بیشتر با شما صحبت کنن، ولی به هر حال خرسندم که میتونیم ماهی یک بار در خدمت آقای اصلانی باشیم. اجازه بده که مقدمه رو کوتاه کنیم، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و تشکر کنیم از همه مهرش به میهن، کوشش ها، تلاش هایش، برای خصوص این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده تا بتونیم از تجربه و دانشش استفاده کنیم. آقا سلام میکنم به شما و صمیمانه خوش آمد میگم. سلام میکنم به شما سعید بهبهانی عزیز، بهتره بگم تو دیگه، خیلی خودمونی، حالا من همینطوری به تو میگم تو، ولی اینجا نگم شما. به تو سعید بهبهانی عزیز سلام عرض میکنم و به بینندگان محترم وفادار میهن تیوی، برای تمامی شما عزیزان روزگاری به سامان آرزو میکنم، در خدمت هستم. باور میکنین که امروز ایمیلی داشتم از خرم آباد، یه بانوی نوشته بود که از وجود مثلا شما آقای اصلانی، آقای شاهینپر، اینا باید استفاده بیشتر بکنیم و تشکر کرده بود از اینکه مثلا آقای روحانی بعد از مرخصی اومده و اینا. گفتیم به عرضت برسونیم که این دوستان علاقمندن به حضور شما بزرگواران. اما بذار بریم آقای اصلانی، وقت رو تلف نکنیم، بریم سراغ این ماجرای اصلی. چی دیدی این ماجرای منصوری که اومده بود آلمان و بعد دیاتو سر از رومانی در آورد و بعد هم دیگه افقی شد و فرستادنش رفت؟ چی بود ماجراش؟ این کی بود؟ چی بود؟ چه شد؟ نخست اجازه میخوام مقدمه ای رو بگم. حکومت اسلامی هم از روز نخست نظامی توامن، خودخوار و دگرخوار. هر جا لازم شده تیکه هایی از تن خودش رو برای اینکه پیکره اصلی رو حفظ بکنه کنده و خورده. نمونه ها هم افسون از بیشه و شماره کردنش توی برنامه مستقل، شاید یه برنامه مستقل رو طلب بکنه. تو همین آخرین نمونه‌ای که داریم همین روزا، این حکومت قیمه و قمه در واقع یه جور استاد دراز کردنه دیگه. یه کسی به نام محمود موسوی مجد، فرزند سید کاظم. حالا ببینید اسم این طرف هست سید محمود موسوی، ولی توی خبرگزاری میزان، خبرگزاری مربوط به قوه قضاییه که خبر رو داده، سید رو از رو جلوی اسم محمود موسوی برداشته. محمود موسوی مجد فرزند سید کاظم. خبر این بود که حکم اعدام به دادن، صادر کردن. به تام چی؟ به تام جاسوسی برای سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد دو امن.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد که این آقای موسوی در قبال اخذ دلارهای آمریکایی در حوزه‌های مختلف امنیتی اطلاعات جمع می‌کرده، اینا رو در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار می‌ده. یکی از اتهامات این آدمی که در زندان بوده و یک سال بیشتر در زندان، محل تردد افراد از جمله اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی سپاه رو داشته. اولا نمیگن که این آقا چیکاره بوده. این میدونید که سید محمود موسوی توی سوریه فرماندهی تیپ بوده. این سید جاسوس اولاد پیامبر 18 مهر 97 یعنی 15 ماه قبل کشته شدن حاج قاسم در 13 دی 98 زمانی که حاج قاسم شربت شهادت سرکشیده، جاسوس موسی و سیاد تو زندان بوده. سخنگوی قوه قضاییه میگه که این محل استقرار رو لو داده، بعد خب حکم اعدام برای صادر کردن. امروز هم که خبر در واقع این بود که توی درگیری های خودی در سوریه به دلیل آگاهی از برخی از کثافتکاری های جنسی مالی و سوء استفاده های شغلی در سوریه، اینا درگیر شدن با هم دیگه و اینو دراز کردن به عنوان یکی از کسانی که محل اسکان سرداران رو لو داده به موساد و به اصطلاح نیروهای امنیتی خارجی، حکم اعدام برای صادر کردن. این مقدمه رو از این جهت گفتم که بگم حکومت اسلامی اساساً یه حکومت بیمران و بیمعرفته، اصلا حکومت بچه های بیمعرفت و بیمرانه. شاید رهبر این انقلاب و رهبر این حکومت خمینی تو تاریخ معاصر ما بیمرامترین و بیمعرفتترین کاراکتر و اکتور سیاسی بوده که ما میتونیم روش انگشت بذاریم. نزدیکترین افراد به خودش رو خورد و از گردونه خارج کرد. خب این مورد آخر که پرسش شماست، پرسش اصلی برنامه‌تون هست، این در ارتباط با قاضی منصوری. ایشون خب میدونه که این باز... مقدمه ای که گفتی زیبا بود به راستی، برای اینکه همه رو به تصویر کشید که این چه حکومتیه و چه کی هستن، ذاتشو به تصویر کشیدی. خیلی زیبا بود، ممنون از شما. سعید جان این نظام به اصطلاح گفتم توامن خودخور و دگرخواره. شاید هیچ نظامی رو تو جهان پیدا نکنی که اینقدر خودش خورده باشه، این میزان از خودش رو خورده باشه برای حفظ اون پیکره‌ای که پیکره نظام ولاییه. قاضی منصوری بازپرس پیشین شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه بوده، قاضی سابق بخش به اصطلاح لواسان. گفته میشه دیگه در اون چیزی که مطرح شده، حکومتی‌ها مطرح کردن که آقا با 500 هزار یورو که رشوه گرفته بوده، البته این میزان که هم شما میدونین هم بینندگان محترم برنامه، این پول و خورد تعجیب آخر هفته و شمال رفتن حضراته، اصلا 500 هزار یورو رقمی نیست دیگه الان توی معادلات پول خوری در حکومت اسلامی تو رده های بالا. اتهام رو گفتن که این 500 هزار رشوه گرفته، از ایران فرار کرده. فرار او توی اول کی مطرح شده؟ چون 10 پیش خارج میشه از ایران. اما این قصه فرار اولین جلسه دادگاه متهمان به اصطلاح به فساد اقتصادی توی 18 خرداد همین سال، بعد محاکمه اکبر طبری معاون اجرایی سابق رئیس پیشین قوه قضاییه لاریجانی آمولی رسانه ای شد. تو این پرونده طبری متهم ردیف اوله، غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم. رقمی هم حساب بکنیم، جدول ضربی هم حساب بکنیم، 500 هزار تا رو ضرب در 9 بکن ببین متهم ردیف اول چه میزان ممکنه خورده باشه. طبری متهم ردیف اول، غلامرضا منصوری متهم ردیف 9. منصوری علاوه بر رشوه گیری که حکومتی ها مطرح کردن، تو سال 91 20 روزنامه‌نگار رو حکم بازداشت میده، متهم به شکنجه هم هست. چرا که بعد از رو شدن فرارش برخی از این روزنامه‌نگارا که یه تعدادشون هم در خارج کشور هستن
توی فضای مجازی و تو توییتر اعلام کردن که برخورد شخصی داشتن و او اینها رو بازپرسی کرده و توی اتهاماتی که به اینا واسه نقش داشته، اینا شاهد ماجرا هستن. اگر یک زمانی منصوری امکان این به وجود می اومد که به پای میز محاکمه کشیده میشد، این کسانی که در واقع از سال 90-91 درگیر بودن از ژورنالیستایی که الان در خارج کشور هستن، میتونستن به عنوان شاهد در واقع تو اون دادگاه فرضی که انجام نشد میتونستن شهادت بدن. یه روز بعد این رسانه‌ای شدن فرار، منصوری یه دونه ویدیو از خودش منتشر کرد، گفت من به زودی الان داستان کرونا است و اینا، مرزا که باز بشه برای پرواز برمیگردم اصلا منو محاکمه کنن. برخلاف گفتش اون گونه که حکومتی ها باز مطرح کردن، ظاهرا از کشور آلمان به رومانی رفته. در این که این از آلمان به رومانی رفته، هیچ در واقع تاییدیه تا کنون دولت آلمان هیچ صحبتی در این رابطه نکرده. این چون ویزای مالتیپل ایتالیا و شنگن رو داشته، میتونسته از هر کشور دیگری به رومانی رفته باشه، ولی عنوان شده که از آلمان رفته به رومانی. تو اینجا گزارشگران بدون مرز که پیشتر میدونستن این تو آلمان بوده یک دوره‌ای، شکایت خودشون رو همراه با شماری از فعالان حقوق بشر هم به پلیس آلمان کردن، هم وقتی مطلع شدن که این در رومانی هست، خواهان بازداشت منصوری بودن. تو همین لحظه حکومت اسلامی هم خواستار استرداد منصوری شد به ایران. این درخواست استرداد خیلی مهمه، خیلی مهمه از نظر من. اهمیتش در اینه، دولت جمهوری اسلامی چه زمان خواستار استرداد منصوری شد؟ برادرزاده منصوری مدعیه که قاضی منصوری در تاریخ 23 خرداد، یک هفته قبل از مرگش، میره به سفارت ایران در بخارست مراجعه میکنه. این رو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تایید کرده، یعنی او هم گفته که منصوری برای اظهاراتی و صحبت کردن با مقامات سفارت تو بخارست به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه کرده. بعد از این دیدار یا در همون جا، باز طبق اظهارات کسی که برادرزاده او هست، حال منصوری به هم میخوره، جوری که باید به بیمارستان اعزام بشه. اصلا از اینجاست که پای پلیس به ماجرا باز میشه. این که تو سفارت بین مسئولین سفارت با منصوری چه گذشته بر هیچ کس دانسته نیست. این که منصوری از آلمان به رومانی رفتم تا کنون تایید نشد. گفتم او با ویزای شنگن میتونسته از هر کجای اروپا به رومانی بره. چرایی رفتنش به رومانی رو شاید به جهت داشتن آشنا و هزینه های زندگی پایین تر نسبت به کشورهای اروپای مرکزی و تبدیل پول و خرید خونه و تمام تلاش های منصوری هم این بوده که بتونه زن و بچهش و خانوادهش رو به اروپا بیاره. قاضی منصوری گفتم 10 قبل با ویزای مالتیپل ایتالیا وارد آلمان میشه. بعد از اینم که به رومانی میره، اون دیدار صورت میگیره. در ساعاتی پس از نیمروز 30 ساعت 2:30 از ظهر به وقت محلی، پلیس اعلام میکنه که بدن یک مرد 52 رو در هتل دوک بخارست پیدا کرده. وقتی آمبولانس میرسه اعلام میشه که مرده. پیش از مرگ قاضی منصوری، جمهوری اسلامی درخواست استرداد شده. شاید این مورد خیلی جالب باشه، درخواست دستگیری و محاکمه قاضی منصوری این بار توامن از جانب اپوزیسیون و حکومت اسلامی توامن در واقع درخواست شده بود. جمهوری اسلامی با یک هدف، نگاه و ماجرای دیگر، اپوزیسیون هم خب معلومه که خب قاضی پرونده توی همون فاصله 23 تا 30 که اون اتفاق میفته،
اینو ابتدا بازداشت میکنن بعد آزادش میکنن. بعدم رومانی چون شرایط استرداد متهمی رو با ایران نداره، دستور میده قاضی پرونده که مقامات امنیتی بررسی بکنن که استرداد این به ایران چه خطری میتونه داشته باشه. به هر حال بعد از اینکه این اتفاق میفته، قاضی منصوری پلیس رومانی در بیانیه ای اعلام میکنه نخست که این مرد یک تبعه خارجی تحت نظارت قضایی متهم به ارتکاب جرایمی در خاک یک کشور دیگه که ایران باشه بوده و منصوری اجازه نداره از کشور خارج بشه. ملزم بوده که به طور منظم به ایستگاه پلیس محلی گزارش بده. محل اقامتش هتل دوک که یه هتل 3 ستاره است در رومانی، توی میدون اصلی شهر بخارست اقامت داشته. این میدون 600 متر با سفارت جمهوری اسلامی فاصله داشته، همینطور خیلی نزدیک بوده به محل پلیس. گزارش های اولیه نشون، یعنی اعلام شد در مطبوعات که منصوری از پنجره هتل 3 ستاره دوک به بیرون سقوط کرده. بعدتر کارمندای هتل یادآور شدن جسد منصوری در لابی هتل پیدا شده. یعنی این از اون نورگیری که میان پله ها هست و پاگرد ها به پایین پرت شده و نه در خارج از هتل. خب قاضی منصوری قبل از اون که باز اینا طبق گزارشات و داده هایی که تا این لحظه ما داریم، پیش از مرگش هزینه اتاقش توی هتل رو پرداخته، وسایلش رو هم جمع کرده و پلیس که اونجا میرسه وسایل شخصیش که میگردن در بازرسی های اولیه چند تا موبایل و سیم کارت های مختلف با شماره تماس های از جاهای مختلف و شماره تماس های با رسانه های محلی رو پیدا میکنن. بلافاصله دستور سمشناسی میدن که آیا این چیزی خورده بوده، سرش گیج رفته از اون بالا پرت شده. به هر حال کالبد چکافی هنوز نتیجه در واقع سمشناسی به اصطلاح چیز نشده. به لحاظ تاریخی قاضی منصوری دومین شهروند جمهوری اسلامیه که بعد از فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود و اون کمونیسم روسی و فرو ریختن دیوارها توی بخارست مرده. نخست محمد علی اسدی از کسانی که گفتن منصوبین به هواداران سلطنته در آبان 73 بعد درخواست پناهندگیش از امریکا توی بخارست ترور میشه. اون زمان جمهوری اسلامی اعلام کرد که این قاچاقچی بوده. پلیس رومانی هم گفتش که اسدی تو تجارت‌های غیرقانونی و قاچاق دخیل بوده، توسط مجرمین ایرانی رقیب در رومانی کشته شده، پرونده‌ام بسته شد. هیچی در این مورد دیگه نمی‌دونیم. قاتلین رو بعداً گفتم که آقا محکوم شدن. سفارت ایران هم تو رومانی اعلام کرد که اسدی یک جنایتکار بوده و قتلش اصلا سیاسی نبوده. منتها این دورانیه که رومانی هنوز توی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و این کشورهایی که قوانین قضایی اروپا رو میبایستی که رعایت بکنن و ملزم هستن به رعایت اون نیومده بود. امروزه وضعیت رومانی خب بسیار متفاوت از چند دهه پیش. در اینجا گزارشگران بدون مرز که یک نهاد معتبر بین المللی است با شکایت خودش، چون باید این شاکی خصوصی داشته باشه، کریستوف دلوری دبیرکل این سازمان در واقع اعلام کرد که مرگ ناگهانی این قربانی در واقع قربانیان رو از یک محاکمه که محاکمه منصوری باشه محکوم کرد و اون رو بسیار هولناک خوند. مقامات در واقع آلمان و رومانی هم به دنبال شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز مطابق اون تعهدات بین المللی، خب گزارشگران بدون مرز این ایراد و انتقاد رو دارن که چرا بر مبنای تعهدات بین المللی و شکایت ما فوراً اون رو بازداشت نکردین تا این اتفاق نیفته. بعد مرگ منصوری بدترین اتفاق ممکن بوده، از
نگاه گزارشگران بدون مرز که چرا اینو بازداشت نکردن به اصطلاح به سرعت. این اون چیزی است که روایت و خبره، اخباری که مقدس ما نمیتونیم آب توش بکنیم. بعد از این اخبار ما در حقیقت حالا تفسیر میکنیم این اخبار رو. با نگاه من چند نکته رو فارغ از نحوه نیستی قاضی منصوری باید روش مکس کنیم. نخست، او کسی بود که هم اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم حکومت اسلامی خواهان محاکمش بودن با دو تا دیدگاه و دو تا زاویه مختلف. دوم، تمام ترورهای حکومت علیه مخالفین خودش در خارج کشور عملیات و اجرایی شده. حالا که قاضی منصوری نه تنها مخالف حکومت نبود که از ذوب شدگان دستگاه ولایت بود و تو میخواست برگرده. از بین رفتن و نیستی مر و نابودی در حقیقت فیزیکی قاضی منصوری به گمان من در نهایت به نفع حکومت اسلامی به پایان رسید. از بین رفتن قاضی منصوری بی تردید یه برنده داشت و اونم جمهوری اسلامی بود و حد اکثر به گمان من تا یه مدت کوتاه دیگه ای این ماجرا به آرشیف سپرده خواهد شد و خاک خواهد خورد و هیچ سخن دیگری در این میان ما نخواهیم داشت. ممنون، خیلی جالب و جذاب بود در حقیقت. میدونید که رومانی از جز کشورهای سوسیالیستی وابسته به شوروی بود، اما کشور دست یک نبود هیچ وقت، مثل چکسلواکی، مثل لهستان، اینجوری نبود. این تو رده بلغار و رومانی و اینا اونجا قرار می گرفتن و از زمانهای زود با ایران ارتباطات تجاری صنعتی داشتن. در دوره محمد رضا شاه هم ارتباطات قوی بین رومانی و ایران وجود داشت و تراکتور رومانی در ایران تولید می شد، در تبریز، کارخانه تراکتور تبریز همین تراکتورهای براسو و اینا رو اونجا تولید می کرد که اینا مال شهر براسو رومانی بودن، می آوردن در تبریز، اینا رو اونجا در حقیقت سوار می کردن و به همین دلیل از دیرباز، از دهه 40 به 50 سال پیش بین ایران و رومانی رفت و آمد همیشه وجود داشته و ایرانی ها در رومانی بودن. سفارت ایران در رومانی هم جز سفارت های فعاله. اینجوری یادت نره که به همین دلیله که منصوری رفته اونجا. حالا چه اتفاقی اونجا افتاده؟ دعوا به قول شما بر سر چی بوده؟ آیا این همون ادامه دعوا بوده که کار رو به پرت کردن کشیده؟ چون این چرا اومده پول هتل رو داده، میخواسته هتل رو تخلیه کنه بره، کجا میخواسته فرار کنه؟ به طور قطع و یقین این حاضر نبوده برگرده به ایران. اون نواره که تولید کرده قلابیه، دروغ میگه، برای اینکه اگر که درخواست پلیس بین الملل بوده که این برگرده به ایران، خب اینم تمایل داشته بره به ایران، خب چه بهتر از این، یه بلیت مجانی به سمت ایران سوار میشم میرم ایران. چرا دیگه آزار دیگه پول بلیتم نمیخواد بده، پول بلیت پروازم نمیخواد بده، خود اونا پلیس سوار هواپیماش میکنه، مجانی میبرتش تهران تحویلش میده. این نمیخواسته بره، این قطع و یقین نستش که این قصد رفتن به ایران رو اصلا نداشته، داشته از اونجا هم شاید از اونجا هم فرار میکرده. ولی باید صبر کرد تا باز هم ابعاد بیشتر قضیه بیرون بیاد، روشن بشه، تا بفهمیم که واقعا چه اتفاقه. ولی اون چیزی که شما در مقدمه گفتی دقیق و درسته. این نظام یه، اگه میخوای بفهمی باید فیلم اسکارفیس رو نگاه کنی، باید زندگی الچاپو رو نگاه کنی، فیلم هایی که راجب قاچاقچی های مواد مخدر و بیرحمی هایی که انجام میدن
نگاه بکنی میفهمی که اینا همونن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن و بنیانگذارشون از اساسا یه آدم قسی القلب بیرحمی بود، خیلی بیرحم بود خمینی، واقعا آدم قسی القلبی بود، با اینکه سنی ازش گذشته بود. همین جیمی کارتر تو کتابش میگه من اون رو در مقام یه سنت، یعنی یه آدم مقدس، یه امامزاده، من اون رو دیدم، یه آدمی که 80 سال سن داره، مذهبی، اون 100% یه سنت بود ولی نبود. اما اتفاقی که این روزا افتاد این داستان لایو اینستاگرامه که خیلی هم باب شده و همه راجب لایو اینستاگرام حرف میزنن و یه لایو اینستاگرام هم بین شهریار قنبری و بنیامین بود که خیلی بسیار بد بود به نظر من، و یه اختلافی هم شما پیدا کردی با قنبری، این ماجرا چی بود؟ میشه توضیح بده که خودت از زبان خودت بشنوی. سعید جان اگر خاطرت باشه در آخرین سفر پیش از کرونا که به کالیفرنیا من داشتم، صدا تصویر منو دارید شما سعید جان؟ آخرین سفری که برنامه بود اونجا زیارتتون کردیم دوستان رو، شما رو، شب بعد برنامه، درست همون شب برنامه، همراه شما دوستمون امیر اسفندیار منفرزاده و شماری دیگر دوستان رفتیم به یه رستورانی که گوش جان بسپریم به صدای یکی از سه شاعر تران سرای معاصر شهریار قنبری. شاعر به ناچار اون قدی که من متوجه شدم هر از چندگاهی در شهر فرشتگان توی یکی از رستوران‌های شهر با یک مخاطبین کم شمار به روی صحنه میرفت. اون شب هم اگه خاطرت باشه 30-40 نفر توی رستوران بودن و خالق قصه دومانی. نه اونم من تعداد که دیدی به خاطر این بود که مهمونی جشن تولد بله، بود که بله، اون اعلام بله، اومده بله، وگرنه بله، معمولا بله، نه متاسفانه بله بله برحال ما خواستیم یه کمی حالا آب توی قضیه کرده بود. نه آخه جلسه پیش جمعش حرف زدیم با شما و ابراز تأسف شما از اینکه بله، چرا برای یک لجند بله، ما بله، این اتفاق بله، میفته. خب این خیلی دردآور بود، خالق قصه دو ماهی بعد از آبی دریا میخون، عرق شرم باید واقعا بشینه به استخون، گلایه های خالق حرف و بوی خوب گندم رو هممون روی صحنه شنیدیم. او از غذا اون شب پر گلایه و پر بغ صحبت کرد، از کنسرت چندین هزار نفره بنیامین گفت، شما که شاهد ماجرای دیگه اونجا، گفت این بنیامین اصلا هم فالش میخونه هم فالش میزنه هم هیچی نیست و جمعیت چند هزار نفره باهاش همون چند تا ترانه ای رو که داشته رو باهاش همخوانی میکرده. شاعر از شهر بی شاعر گفت اونجا، از غزل کشتن گفت، از شاعر کشی گفت، غذا زهر مار ما شد و غذا از گلوی هیچ کنم پایین نرفت که شاعر بالا از آبی دریا بگه، از بوی خوش زن و قدغن بودنش بگه، ما جوجه کباب سق بزنیم و مشروب بخوایم بخوریم. بعد همین غذایا، درست یه مدت بعد این غذایا، بنیامین با یک دستبرد و با یک کار غیر اخلاقی و بدون اجازه ترانه‌ای که خاطره ما هاست، خاطره تمام نوروزهای همنسلای ما هاست، یعنی کودکانه اسفندیار منفرزاده که ملودیش رو نوشته بود تون سالا با کلام شهریار قنبری، رو ورداشت و دزدید و یه چیز دیگه در آورد. اولین کسی که معترض شد در واقع خودش آقای قنبری بود، به اضافه اسفندیار منفرزاده که حمله کردن، حمله در واقع دو تا در واقع دزد گردنه بند هنری بستن اینها رو، و خوب بودش که در حقیقت اونجا حملاتی که به چیز کرد، حملاتی که به بنیامین باهادری کرد، اصلا بعضی اون رو خیلی تند روانه دونستن که حالا اینقدر تند نه. خب حقشون بود، هم اسفندیار منفرزاده هم شهریار قنبری به عنوان صاحبان اثر، فرهادم که
و اصلا حضور نداشت، اجازه گرفته نشده بود. درست بعد از یه مدت کوتاهی مشکل اینجا بود که آقای حسنانی اگه شما مثلا فرض کن، خب این اتفاق مرتب میفته، یه اثری معروف میشه بعد میره کنار، سالها ازش میگذره، بعد یه خواننده دیگری در یک اوکازیون دیگه ای یهو این آهنگ رو در میاره و میخونه و گل میکنه. خب این اتفاق طبیعیه، همه جا می اتفاق میفته، ولی این نوردشته بودن اصلا مضمون داستان رو تغییر داده بودن. بله. شعر رو وردشته بود خیلی زشت کرده بود، اون شعر زیبای خود شهریار جان قنبری رو وردشته بود تمامش رو اصلا پلید و سیاه کرده بود، تحویل داده. بله. بود اعتراض. بله. درست بود به نظر من، اعتراض دقیقی بود. بله. که این جنایت که صورت گرفت بود توی برنامه مهران مدیری، البته کارگردانش مهران مدیری بود یادت نره. بله، در واقع همه جای این اتفاق میفته، بازخوانی ترانه صورت میگیره و حالا میتونه بازخوانی خوب باشه میتونه بد باشه، ولی خب اینکه بازخوانی نبود، این سلاخی کردن بود، در واقع اون کار رو سلاخی کرده بودن. برحال من خب تأسف خوردم از این قضیه که خب این حق و حقوق این دوتا عزیز این گونه داره بازیچه حکومتی ها قرار میگیره. خب بنیامین مداح خواننده حکومتی اصلا، خب این که دیگه مشخصه. این توی لس آنجلس تو همون شهر شما تو یکی از کنسرتاش اعلام کرد چند ردیف جلو حتما باید خانوما حجاب داشته باشن تا من بیام رو صحنه بخونم. خب اینا که همه مشخص بوده. بعد آقای قنبری یک باره در یه لایو اینستاگرامی 2 ساعت و 7 دقیقه‌ای نشست پای صحبت و گفتگو با بنیامین، نه از موضع ستیهندگی، نه از موضع زدن و برخورد، با یک ترجیبند: بنیامین جان، بنیامین جان. مهرورزی در کلام آقای قنبری بود برخلاف کد رفتاریشون. شهریار قنبری یه نگاه از بالا داره، یه نگاه آرگانت داره از بالا، که هم شما میدونید هم کسان دیگری که در واقع دمخور بودن باش. من یه یادداشتی نوشتم با تمام احترام، من نوشتم که برای همه لحظات خوبی که برام ساختین من متاسفم، به ارزان فروشیتان تأسف میخورم، به خاطره ترانه من که غارت شد و ترک خورد تأسف میخورم. چقدر میگیرید اون رو بند بزنید آقای قنبری؟ مداح خواننده حکومت بنیامین بهادری توانست بله رو از شما بگیرد و در لایو اینستاگرامی شکارتان کند. شهریار قنبری بخش مهمی از خاطره ترانه ماست. او یکی از سه قافله سالار ترانه مدرن است. او شاعر خواننده است که در سرزمین مادریش قدغن است. چطور چندی پیش که در اعتراض به دستبرد ترانه کودکانه توسط این مداح خواننده آنگونه برخورد کردید و حال بدونید که به هیچ کس توضیح دهید، پای لایو اینستاگرامی مهرورزانه با ایشان میشینید. آقای قنبری چرا اینقدر سرخم میکنید؟ فکر نمیکنم سعید جان وجدانن کسی این چیزی که من گفتم رو نوشتم، من بی احترامی با آقای قنبری نکردم، یعنی موقعیت همین الانم شهریار قنبری رو یکی از سه ترانه سرای معاصر و بزرگ ایران میدونم که بخشی از خاطرات من ساخت. بعد یه تعدادی از دوستان دیگرم توی اینستاگرام معترض شدن، اما بذارید پاسخ آقای قنبری رو به خودم براتون بخونم. میدونید که شهریار قنبری هر کسی رو میخواد بزنه قافیه سازی میکنه. مثلا یغمای گلرویی در ایران رو که بی احترامی به این نکرده، یک ترانه سرایی که ما میتونیم با کارش موافق باشیم یا مخالف. نمیگه یغما گلرویی، میگه یغما پررویی. یا افشین یدالله‌ای یه ترانه سرای دیگه که چند وقت پیش فوت کرد و میگه اسم اینو نیارین، یه شوخی بوده تو تاریخ ترانه.
بعد مرتب میل عجیبی به قافیه سالاری به قافیه سازی دارن در مورد به اصطلاح آدما. من رو میدونید که مفتخر کردن به در واقع یک از فیلم‌های ناصر ملک مطیعی که آقا مهدی و آقا مهدی مشکی و آقا مهدی و شلوارک داغ و اینا رو بازی میکرد، توی یکی از در واقع پست‌های اینستاگرامیشون که من هیچ پاسخی ندادم نوشتن که آقا مهدی و شلوارک داغ این انقلابی آزادی شیدا در هر حرکتی جای پای توتئو بندوبست و معامله میبینه. این که کسی پولی داده کسی پولی گرفته، باری چه حقیرند این دلاوران پنبه‌ای که نگران گفتگوی آدم ها هستن به جای قد کشیدن و بزرگ شدن. آقا مهدی برای انرژی گرفتن از ترانه های من متاسف است و شوخ چشمانه من رو به ارزان فروشی متهم کرده. منم متاسفم که ترانه های شریفم به گوش این دلاوران پنبه‌ای خورده و برگشته. انت همه چیز اینجا جمع می‌بنده. دلاوران پنبه‌ای برای شنیدن ترانه هایم هم از دیوار آفرینندگان بالا رفتن. دیگه حکایت ارزان فروشی گران فروشی هم نیست. داستان سرقته. فرقی هم نمی کنه. چه شنونده چه تصنیف ساز. دوزی دوزیه دیگه. با این همه هیچ درسی از اون همه ترانه نگرفته. باری در انشایش آقا مهدی سرانجام می پرسد با این دل شکسته چه می توانی بکنی؟ چند می گیری بند بزنی؟ در باب چینی بنزنی کمکی از دستم بر نمیاد. اما میتونم نشونی سایتی رو برات بفرستم که سمک ارزون میفروشه. تخفیف دانشجویی هم میده، حتی با کارت دانشجویی قلابی. خب، من نه دانشجوام، نه کارت دانشجویی قلابی رو به کی داری میگی؟ بعد آقا مهدی و شلوارک داغ یعنی چی؟ اصلا چه موضوعیتی داره این قضیه؟ میخواین همینجا سعید بهبانی عزیز، من با زبان کوچه دست کم 10 تا شوخی با نام آقای شهریار قنبری بکنم و با فامیلشون. هیچ کاری نداره برای من. آقا مهدی و شلوارک داغ یعنی چی؟ بعد این الان اصلا مهم نیست. این مهم نیست. من میخوام اینجا نظر یکی از هواداران سفت و سخت آقای قنبری رو که تو اینستاگرام مطرح کرده رو اینجا برای شما بخونم. یه کسیه که ذوب شده شهریار قنبریه، اصلا او رو بزرگترین شاعر ترانه ایران میدونه. نوشته کمتر کسی است او را نشناسد یا ترانه ای از با ترانه ای از او خاطره بازی نکرده باشد. او که شاعرترین شاعر ترانه است، پویاترین است و هنر جهان را جدی و به روز دنبال می کند. از بیتل ها و جان لنون در دهه 60 میلادی می گوید. تو گویی در قوقای لندن دهه 60 آنها را زنده به تماشا نشسته. با هیجان از پرفرمنس عالی جناب شارل آزناور روایت می کند که منحصر به فردش انگار پای استیج نشسته و آزناور تنها برای تو می خواند. شاعریست ناب. حتی انتخاب برترین ها از بین آثارش به راستی کار دشواری است. با نفسش عاشق شدیم. با کودکانش در هر زمان به نوروز سفر کردیم. با قصه دو ماهی تر و تازه شدیم. با پیشمرگانه هایش به فردای بهتر اندیشیدیم. او به غایت شاعر است. شهریار قنبری شاعر، فیلمساز و ترانه‌خوانی که همواره سعی کرده پوست بیاندازد. از انگوش شمار مؤلفانی بعد همینطور تعریف میکنه از شهریار. همینطور تعریف میکنه. بعد آخر سر فقط اینو میگه. میگه پس از اعتراض به حق و قانونیش به بنیامین بهادری و آن کودکانه، او خوب میداند، یعنی شهریار قنبری، که نفس گفتگو با بنیامین بهادری خطاست، زیرا که آگاه است بهادری ها کدام تفکر را نمایندگی میکنه. کوتاه آمدن در برابر خطای بنیامین و آن برنامه تلویزیونی چراغ سبز به حکومتی است که شاعر هرگز اون را قبول نداشته، در مقابلش سر خم نکرده. آیا این زیباترین شاعر به خاطر غم نان کوتاه آمده یا خواسته راهی باز شود که به سرزمین مادریش برگردد؟ بعد تمام این پست تعریفه و حسرت داره میخوره. طرف انگار بغض کرده.
پاسخ قنبری اینه: انشایتان را در باب لایف با بنیامین خواندم، همین کم بود که شما بیاین به من در نقش چگوارای انقلابی ظاهر شین و کافه خوندن من رو به رخم بکشین، که هیچ برای هیچ کس ننگ نیست اما شرم‌آور است برای مردمی که دیوار خونه اما بالا میرن تا پشتیبانی نکنن. و بعد همینطور توی اون پست رفت و برگشتایی که شده، مدام بی احترامی کرده، مدام با کلمات تند. خب شهریار قنبری در همون اینستاگرام دوباره زیر همون پاسخی که به من داده بود یه جا گفته بود که آقا من با هر کسی دلم بخواد میشینم گفتگو میکنم، به هیچ کس مربوط نیست. آقا مگه میشه ما بریم توی کلاس‌های پیش دبستانی سعید توسی رو بیاریم باهاش لایو اینستاگرامی برگزار کنیم؟ آقای بهبانی شما که نمیتونید تو میهن تیوی برنامه اخلاق در خانواده بذارید برید مونیکا لوینسکی رو دعوت کنید که، یا به عنوان میهمان برین حاج بخشی و حسین الله کرم رو بیارین بحث اگزیستانسیالیسم باشون بکنید تو میهن تیوی. این چه حرفیه؟ من با هر کی دلم بخواد میشینم بحث میکنم. خب این حق اگر حق شماست، حق تمامی ماها هستش که اون رو به نقد بنشینیم. موضوعیت این لایو همسنگ نبودن ترانه سرای تبعید با یه مداح حکومت. خواهش میکنم کسایی که ندیدن منو به نیت خونی متهم نکنن، اگر فرصتش داشتن و وقتش داشتن حوصله‌شون رو و مجال، لایو اینستاگرامی میشه 2 ساعته همه رو ببینین. اونقدر فضای مهرورزانه اون گفتمان تو زغزنه گفتگوی ترانه سرایی که از قضا تندخو و تندگوه، مدام بنیامین جان بنیامین جان در واقع نثار میکنه، یعنی یه جور مالکشیه. آخه شهریار قنبری چگونه میتونه، سعید بهبانی عزیز، شهریار قنبری چگونه میتواند این تفکر را داشته باشد که یه روزی برگرده ایران؟ شاعری که میگه سر گلدسته ها اعدام میکنن، شاعر نون و پنیر و سبزی، بوی خوش زن قدغن و ترانه سرای اوین. آخه تو با بنیامین چه کار؟ مگه میتونید شما یه ترانه ای رو بنویسین تقدیم کنید به مثلا به دیه نمکی، بگید من کار خودم دیگه دوست دارم به هر کسی اینو تقدیم کنم؟ آدمی نباید شرمنده خودش باشه تو هیچ عرصه‌ای. شما یه جا از پرنسیب خودت عدول کردی و داری با حمله به جلو در حقیقت داری فرار میکنی. این خودشیفتگی بدخیم و این خوددیدگی یکی از ویژگی های نگاه از بالا و خشن و نداشتن زبان رعایت. آدمی باید زبان رعایت داشته باشه. نداشتن زبان رعایت یک روش شده برای شهریار قنبری. من میپرسم، حق دارم بپرسم، چرا رفتی پای لایو با بنیامین؟ اونم بعد اون همه اتفاقی که افتاده. خشونت برخوردی رو شهریار قنبری به یک اصل بدل کرده، اونو به مثابه یک روش برای ساکت کردن و به سکوت کشوندن طرف مقابلش با هجوم و از بالا برخورد کردن، یه نوع تفرعن. من با هر کی دارم بخواد میشینم، به کسی ربط نداره. آقای قنبری، بنیامین هر کسی نیست، خود شما گفتین هر کسی نیست. یه نوع نمایش دارین شما میدین، انگار من دوست ندارم کسی طرفدارم باشه. یه نوع نمایش بی‌نیازی بر مبنای طرد دیگران، و از این منظر به خودش آدم جایگاه میبخشه. انگار فقط میتونم بگم غم انگیزه. برخی دیدارها جنبه نمادین پیدا میکنه. شما که نمیتونید با حافظ منافع جمهوری اسلامی در اورنج کانتی برنامه بفانید. من معتقدم که اینجا اینو نگرش داریم، برای اینکه هر چی جلو میریم من حالم بد داره میشه، یعنی واقعا حالم داره بد میشه، برای اینکه من اینجا از نزدیک میبینم اینا رو و دیدم اون بزرگ رو، دیدم که فقر رو
تنگ دستی آدم ها رو به چه شکلایی وادار میکنه که زنگ میزد که آمبولانس بیاد دنبالش و بهش مورفین بزنن برای اینکه پول نداشت تریاک بخره. و اینا یه روزگاری بزرگان جامعه ما بودن و متاسفانه این 40 سال منو میبره به داستان در اعماق اجتماع گورکی که چجوری اون بارون مثلا چه شکلی میشه، آدم ها رو چه شکلی میکنه، این شرایط آدم ها رو تغییر میده. من فکر میکنم میدونم خیلی دردناکه، یعنی واقعا وحشتناک شرایط، واقعا شرایط سختی. شو تصویر پشت سر احمد شاملو یه پاسخ دقیق داره اینجا، میگه ابلها مردا، عدوی تو نیستم، انکار تو هستم. یعنی کارم از دشمنی با دشمنی نیستی تو، اصلا من منکر وجودت هستم. این کار رو به کجا میسونه؟ خودم نمیتونه بره با این بشینه حرف بزنه که نمیتونی زهی جان ببخشید، من چون نامو اشاره کردی به احمد شاملو، من فکر میکنم یکی از وجوه تشخیص آدمی و میزان سنجش آدمیت میزان نعایی هستش که آدم ها میتونن بگن. احمد شاملو به این دلیل احمد شاملوه که تو روشنفکری ایران هیچ کس اندازه احمد شاملو نگفته، نه به قدرت ها، نه یه لجبازانه. ببین خیلی از آدم ها بودن که کنار دست تو میشنست، من اجازه میخوام بگم این رو واقعا جا. ببین اگر چون توی همون کامنت ها و توی اون پست هایی که گذاشته شد، کسانی که از علاقمندان آقای قنبری بودن گفتن که آقا پیریه و مسئله نیازه و به هر حال یه سری این چیزا. من اونجا گفتم ای کاش این آدم دست کم، من بعید میدونم بنیامین گفتگوش برای شهریار قنبری نفع مالی خیلی عجیب غریبی داشته باشه. حکومت اسلامی اینا نیستش که سرکی سر شل کنه دلار بریزه. و از قضا تراژیک بودن ماجرا در اینه که مفت و مجانی این اتفاق داره میفته. ببینید وقتی شهریار قنبری میشینه با بنیامین، انگار یه تیکه از خاطره یه ترانه ما از ما کنده شده. ما چرا وقتی که محمود دولت آبادی میره تو ضیافت افطار حسن روحانی زولبیا سق میزنه اذیت میشیم؟ خب ده ها هنرمند دیگه هم رفتن تو اون زولبیا خورون شرکت کردن، مثلا مانی حقیقی، کسی اسمش یادشه؟ یا اون که به زور یادش بیاد. ما چرا اذیت میشیم؟ برای که جای خالی سلوچ خالقش رفته نشسته با قدرت زولبیا میخوره، انگار یه تیکه تن ما کنده شده. غم انگیز بودنش اینه. شهریار قنبری میگه پای گل دسته ها دوباره اعدام صدا، دوباره مرگ گل سرخ، از کاشی های آبیمون سر زده فواره خون. آخه تو با تو که کلامت قدغنه در اون سرزمین، تو برای چی میری تن میدی و میشینی و بعد جواب نمیدی؟ نه تنها جواب نمیدی، هجوم میاری، حمله میکنی و میگی به هیچ کس ربطی نداره. اگر فقر و تنها فقر و سن و سال، کسانی گفتن سنش رفته بالا و فقر، رفیق مشترک من و تو اسفندیار منفرزاده عزیز و نازنین، وضع مالیش خیلی بدتر از شهریار قنبریه، سنش هم 81 سالشه، اگر قرار بر بی‌نیازی و اگر قرار بر سن و سال بود، امروز به جای جمعه و به جای بهاران خجسته باد، اسفندیار منفرزاده باید خمینی امام پس سر میداد و ملودیشو مینوشت. منطقی که از بن فلجه و من یکی نمیپذیرم چنین منطقی رو. و همونطور که گفتیم بحث رو همینجا تموم شد. آره چون خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه. یعنی صحبت منفرزاده کردی، آره منفرزاده رو رو دست میارم. و بعد یادت باشه اوج داستان، اون که گفتی سر کیسه شور میکنه نمیکنه، اوج داستان اینا حبیبه. حبیب
چه بلایی سرش اومد؟ سکته زد. انقدر که آزارش دادن، انقدر که اذیتش کردن، چون فریب سراب رو خورد دیگه. بهش گفتم بیا تو نگاه میکنی میبینی که بهمن مفید، مرتضی عقیلی، خیلی از اینا اینجا بودن، به سرابی رفتن اونجا، هیچی گیرشون نیومد، هیچی باختن. یعنی اینا در حقیقت به تاریخ باختن، چون فرقش از محرم تا مجرم یه نقطه است. یه نقطه بذاری محرم، که محرم به یک نقطه مجرم شود. اما یه چیز دیگه ای که هست، یه ویدیویی بود که متاسفانه نمیتونم این ویدیو رو، به علت مشکلات یوتیوب نمیتونم این ویدیو رو، دلم خواست پخش کنم، راجع به این کویتی پور مداح و اینکه حالا این اومده رپ میخونه برای دخترش. چیه نظرت راجع به این؟ چیه این کمدی رو چجوری تعریف میکنی؟ غلام کویتی پور خب اشتهارش به جهت دو تا نوع هست در دوران جنگ. یکی نوحه معروفیه عمه بابایم کجاست که خون در دوران جنگ، و بعد از قضایای خرمشهر و کشته شدن محمد جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر، یک نوحه تصنیفی رو خوند به نام محمد نبودی. محمد نبودی ببینی، همتون شنیدین دیگه. خب که البته در زندان‌های دهه 60، اون زمانی که ما زندان کمیته مشترک بودیم، می‌داره یه جا قطع میکنه نوحه رو، صدای سینه میاد، محمد نبودی ببینی، بعد قطع میکنه تق تق. با این ریت بازجوها بچه ها رو کابل میزدن. یعنی این یکی از نوحه هایی بود که بازجوها دوپینگ میشدن باش، و چه جوانهایی با صدا و نوحه های صادق آهنگران و محمد غلام کویتی پور که روی مین نرفتن. بسیاری در واقع از اون جوانهای اون دوره یه جور با دوپینگ صدای غلام کویتی پور و صادق آهنگران در دوره جنگ، اشتهارش بیشتر با محمد نبودی. اخیراً یک چیزی رو ارائه کرده، یه جور رپ اسلامیه به مناسبت روز دختر، با همخوانی دختری 13 ساله به نام پریچهر، که البته دخترش نیست پریچهر. او البته این ویدیو رو تقدیم کرده به هم به دخترش، هم به مناسبت روز دختر. این ویدیو کلیپ که در واقع در اومده، نه از نظر کلام و نظر موسیقی مطلقاً فاقد هر گونه ارزشه. اما چرا ما امروز داریم در موردش صحبت میکنیم؟ برای اینکه خواننده اصلیش غلام کویتی پور محمد نبودی ببینی و عمه بابایم کجاست. تویش این شعر، توی این رپ اسلامی میگه یه روز خوب بود، همه چی دور بود، چشمم سوت و کور بود، کاش زمان برگرده به عقب، احساس بد زمین دور بود. و تای قضیه میگه که الان وقتشه که خودمون رو رسوا کنیم، حیف دیگه ورق برگشت، دیگه نمیشه به عقب برگشت. این ترجیبندشه، حیف دیگه ورق برگشت، دیگه نمیشه به عقب برگشت. خب این نشون از چی داره؟ من اینجوری میبینم این قضیه رو، اینکه نظام اسلامی بعد 40 سال ندبه، کمیل و نماز جمعه و کفن چند تیکه است، در میان هواداران ذوب شده خودش نی تو حال ریزشه، تکه هایی از خودش داره آب میشه و فرو میریزه. ربخانی عمه بابایم کجاست ترقی خواهی نیست، نمیشه اون رو نشانه تغییر به یک معنا دونست. اما ریزش چرا؟ دهنمکی که سینما آتیش میزد، زن حامله جلوی سینما پولیدور زده بود، لگد زده بود،
الان شده یکی از فیلمسازان بفروش سینمای ایران. آیا ما میتونیم اینو ترقی بخونیم و بگیم این رحمانیته؟ ببین یه دوره‌ای در دهه 60 میگفتن که مخالفو بیاریم بنازیم تو دیگه غیر جوشان، بعد ما اینو میخوندیم توحش. حالا یه کسایی اومدن میگن اول ولرم کنیم بعد پوست بکنیم، ما دیگه نمیتونیم اینو رحمانیت بخونیم، برای که دونی ساخ یک لحظه رحمانیت وجود نداره. به هر حال این ویدیو کلیپ این روزها خیلی خیلی خیلی, خیلی کلیک شده، خیلی پربیننده بوده و کسانی در واقع توی کامنت اون رو نشان از ترقی خواهی میدونن، بدون اینکه حافظهشون یاری بکنه، بدون اینکه به خودشون زحمت بدن. همین آقایی که در واقع این رپ رو خونده چند سال پیش یک کلیپ دیگه ای پرخرج دادن بیرون به نام حریم، که این رو تقدیم مدافعان حرم در سوریه کرده بود، یعنی تقدیم کسانی که در یه جنگ نیابتی و به تمامی واپسگرایانه شرکت داشتن. خب کویتی پور گفتش که این شهدای حرم مظلوم واقع شدن، غریب هستن و من در واقع باید صدام بیانگر مظلومیت اونا باشه. این رپ جدید گفتم فاقد هر گونه شاعرانگی، هر گونه موسیقی مناسب و تنها به حضور به واسطه حضور یک مداح و مبلغ جنگ و از عمه بابایم کجاست تا رپ اسلامی فاصله چندانی نیست. آره باز دوباره میدونم بخوام یه فلشبک بزنم به همین ماجرای انبری و این رپخونه و اینا، که گفتم اونجایی که اون یارو پسره همون کار رو میکنه که خامنه ای گفت تاریخ رو باید شما بنویسید، جای شهید و جلاد رو عوض کنید در حقیقت، و میبینی که مثلا همین محمد نبودی، محمد چی اون پاسداری که در خرمشهر، محمد جهان‌آرا. آره. الان شما بریم مثلا توی این سایت ها بگردی میبینی اصلا اسم جهان‌آرا نیست، ولی اسم قاسم سلیمانی همه جا هست، در خرمشهر قاسم سلیمانی، که اصلا قاسم سلیمانی نبوده اونجا، جهان‌آرا رو حذف میکنه، همت و باکری و اینا رو حذف میکنه. یعنی اینا یه موجودات واقعا در نوع خودشون بی نظیرن، یه چیز غریبیه، نمیشه اینا رو با هیچ کس نمیشه مقایسه کرد. ببین امروز ششم تیره، فردا هفته تیره، ماجرایی که به حال صحنه رو تغییر داد، ماجرایی که گفتن رفسنجانی نیم ساعت قبلش از دفتر حزب اومد بیرون با چند نفر دیگه و بعد اون دیوار خراب شد و سرش، خیلی بحثا هست، ولی همه اینا ریشه در 30 خرداد داره و چیه ماجرا، چه اهمیتی داشت این 30 خرداد، تو اوین چه مشکلی ایجاد کرد؟ من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم، برای اینکه از اون فرجی زمانی و اون یک ساعتی که با شما داریم من تخطی نکرده باشم. داستان 30 خرداد همونگونه که گفتین سعید جان، من از دو منظر میتونم بهش نگاه کنم، یکی منظر تاریخی، یکی از منظر یک زندانی که دهه 60 زندان بودم. داستان 30 خرداد یه روایت ناتمومه، یه روایت ناتموم از دردمندی جامعه ایران، اوج تنهایی و دردمندی رنج آدمی و دیده نشدنشه، نمادی از تبانی جلاد و قدرت، قدرتمداران بیمرام، درندگی یک نظامی که از روز نخست توی کوچه‌ها جلاد جار زد. این فراز مهم تاریخی، یعنی 30 خرداد یه شبه پدیدار نشده و به مرور با استیلای حاکمیت شمشیر تحقق پیدا کرده. ساختار قدرت در جمهوری اسلامی از بدو تولد بر مبنای حذف و سرکوب پیریزی شده. از همون موقع که اهل هیچستان زیر درخت سیب تو نفل و شاتو تسبیح میچرخون، از همون زمان میدونست هر صدای مخالفی رو باید خفه کنه. آقا زورش نمیرسید و به اعتبار و تحلیل خودش
خودعه میکرد، انتظار روز واقعه رو میکشید. یعنی که ترویج اسلام سیاسی همواره زیر ساطور و تازیانه رخ داده. 30 خرداد نقطه جوش حوادث قبل خودشه. در اون روز فرصت اجرایی شدن و عملی شدن پیدا کرد. جمهوری اسلامی، سعید جان، بینندگان محترم، جمهوری اسلامی حکومت پرانتزه، یعنی یه حکومت استثنائیه، اما هیچ دورانی از این بود نامبارکش در حزب و زدن صدای مخالف استثنا نبوده. تو قتل قاعده است. هیچ دورانی از تمامیت این نظام رو نمیشه گذاشت داخل پرانتز. پرانتز منفجر میشه اصلا. میخوام اینجا به عنوان یک زندانی سیاسی سابق چش برگردونم به متن حوادث 30 خرداد. به درستی تا کنون مشخص نیست بعد حوادث 30 خرداد چندین هزار نفر بازداشت شدن و چندین هزار زندانی رو تیرباران و تنابکش کردن. 30 خرداد هجوم بر غرور و هستی آدمیه. تازیانه زنها تازیانه میشمردن، شلاق و تاول تن. از فردای 30 خرداد یک اتفاقی در زندانهای سراسر ایران افتاد. تا پایان سال 63 رفتن لاجوردی حاج داوود رحمانی. این دوره زندان حکومت اسلامی که فرصت نیست راجع به دوره بندی های زندان اینجا صحبت بکنم، شاید یک برنامه دیگه حرف زدیم در موردش. این دوره یعنی از فردای 30 خرداد تا سال 63 سیاه‌ترین، شنیع‌ترین و دردناک‌ترین دوران زندان سیاسی در تاریخ معاصر ماست. یعنی از فردای 30 خرداد نظام زندان اسلامی وارد یک دورانی میشه که بی‌بدیله. یه آزمایشگاه انسانی، اسدالله لاجوردی، محمد گیلانی، تیم جوخه‌های مرگ، اینا از قبل داشتن تو اوین بدنسازی میکردن. شبهای هزار بار مردن، تکتیرهای شمارش شده، توابسازی، مفاهیم ابدایی تابوت و قبر و قیامت در فرمان روایی جنون و حاج داوود و ذوالحصار به تمامی از دستاوردهای پس از 30 خرداد. 30 خرداد نقطه جوشی از عمر حکومت اسلامی است که پیشینه پیش و پس از خرداد این ماه داشته و داره. امیدوارم در یک برنامه دیگری ما بتونیم مفصل در مورد زندان، اگر صحبت کردیم بیشتر در مورد اهمیت و این رخداد بتونیم با هم صحبت بکنیم. بله خوشحال میشم، موضوع مهمیه، دلم میخواد یه دفعه راجبش مفصل با شما صحبت بکنم. اما بریم سراغ کتاب و کتابی رو که این هفته معرفی میکنیم. بله کتابی که جلد کتاب رو شما الان بله. اگه برای دوست بله پیشتر این رمان کسوف که الان دارید میبینید، رمان تکاندهنده آرتور کرسلر در ایران در چندین نوبت چاپ تحت عنوان همه و هیچ یا ظلمت در نیمروز که این آخرین ترجمه هستش که در ایران چاپ شده، اینا منتشر شده بود. حالا کسوف به همت گلناز غبرایی، یکی از زحمتکشان عرصه فرهنگ و هنر و که بی ادعا کار میکنه، از متن آلمانی توسط کتاب فروغ در دسترسه. رمان شخصیت یکی از رهبران نظام پیشین شوروی در انقلاب 1917 به نام روباشوف که خودش کمیسر عالی خلق بوده رو پیش از شروع جنگ جهانی دوم به تصویر میکشه. از این منظر بسیار بسیار شباهت داره با تمام نظام‌های تکساختی، از جمله اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی افتاده. روباشوف تو تصویرهای حزبی میره حبس، یه حکم سنگین میگیره و این پدیده شنی و شوم اعترافگیری در این کتاب این اثر رو به یکی از برترین متن‌های اون دوران بدل کرده. فرجام روباشوف به واقع سرگذشت خود نویسنده است. واقعا تشابه شگرف رفتاری میان ابر انسان‌ها
که تو نظام‌های تک‌ساختی و انسان خرد کن در بروندن صدای مخالف و حذف مخالف با تمام اختلاف سلایق به بهانه‌های اقدام علیه امنیت ملی انسان ذوب می‌کردند. هیچ تفاوتی از این منظر بین آقای خمینی و پلپوت وجود نداره. اول باید اعتراف بکنی که خطا کردی، گناهکاری، بعد تقاضای بخشش کنی، بعد به یه انسان دیگه بدل بشی تا ندامت و توبت مورد پذیرش قرار بگیره. همین در تود با 30 خرداد که صحبت کردیم، حاج داوود رحمانی یک مرحله‌ای داشت به نام احراز توبه. یعنی کافی نبود که شما توبه کنی، توبت باید مورد پذیرش آسمان و نمایندگان آسمان بر روی زمین که تیم بازجوها و بازپرس ها بودن قرار بگیره. شپ انسان‌های همیشه رهبر که روی ابرها حرکت می‌کنن انسان له کردن. روباشوف در این رمان ابتدا سنگسری می‌کنه، مقاومت از خودش نشون میده، رفقاش از بیرون میگن که بمیرم و هیچی نگو. روباشوف تو دستگاه انسان خردکن حزبی له میشه، در پایان به خواست حزب تم میده، اعتراف و ندامت و توبه به تحقیر خودش و لکه دار کردن دیگران میگشینه. روباشوف در دادگاه علنی میگه اون چی رو که باید. خوندن کتاب برای ما متولدین کسوف زده این سرزمینی که ابرهای اسلامگرایی آسمون آفتابی سرزمین مادریمون رو پوشونده، کسوف رو به یک رمان بی زمان و مکان بدل کرده و یکی از برجسته ترین موضوعات در کسوف پرداختن به موضوع تواب و توابیزمه که برای ما بسیار بسیار حائز اهمیته. همینجا گفته باشم که کتاب رو انتشارات فروغ منتشر کرده، یکی از معدود مکانهایی که هنوز میتونی وقتی وارد شدی در شهر کن بوی مرکب و کاغذ به ریاهات بکشی و کیف بکنی. حمید و مینو فروغ با سخت جانی هنوز نذاشتن قفسه های کتاب به اشغال عدوانی خیارشور یکویک و برنج باسمتی تیلدا و ربعنا و مربا و سیرتوشی 7 ساله بدر در بیاد. از این منظر خسته نباشید میگم به انتشارات فروغ و گردانندگانش. خواندن کسوف رو توصیه میکنم، از دستش ندید. کسوف با برگردان گلناز غبرایی رو میشه از طریق کتاب فروغ سفارش داد. بسیار ازت ممنون، متشکر، سپاس، صد سپاس. امیدوارم جلسه آینده که در خدمت هستیم کتاب خود شما رو رونمایی کنیم و بشه راجبه کتاب خودت حرف بزنیم. از اینکه مهر کردی و یک بار دیگه این فرصت رو ما دادی که از تجربه و دانشت استفاده کنیم، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. ممنون از شما جناب حسنی نظر. منم از تو متشکرم سعید جان و همینطور بینندگان میهن تیوی که حوصله کردن منو تحمل کردن در یک ساعت. ممنون از شما، سپاس مهرت. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای اصلانی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش مختلف سایت نیز استفاده کنن. عرضم به حضور شما که اپلیکیشن میهن رو یاد نره دانلود کنی، کمکتون میکنه. شبکه های اجتماعی رو حتما سابسکرایب کنید. لینک ها رو خواهش میکنم لایک کنید و دکمه شیر رو بزن. در تعجبم چرا این سخته نفهمیدم، هنوز این فرهنگ رو نفهمیدم. مثل خیلی چیزهایی که نفهمیدم این رو هم نفهمیدم. یه جور لجبازیه، نمیدونم چرا. و بنابراین خواهش ازت میکنم که این کارا رو انجام بده، هزینه ای برات نداره. مسئله آخرم وضعیت مالی ماست. اگه میتونی تو این وضعیت مددرسان ما باش،
سپاس از همه مهرت، تا فرصتی دیگر. متشکرم.